السلام علیکم هموطنان همزبانان عزیز. نهایت پس از پزمانی های زیاد با شما عزیز در یکی از گوشه های مفتون کننده واحه سرخندریا در پهلوی دریای توفلنگ با شما دیدار بین و ممنون هستیم. عزیزان، برنامه امروزه را برای شما از این منزل تهیه نموده پیشکشی شما عزیزان می نماییم. مرحمت بهره برداره. در استراحتگاه زیبا منظری که در دهه سریجوی ناحیه سریاسیا جایگیر است، محفل اهل ایجاد و نمایندگان صاحب قلم تاجیک زبانی واحه سرخان برگزار گردید. در محفل ادبی استادان، ایجادکاران جوان از تمام گوشه و کنار ولایت جمع آمدند. جشنواره را رئیس مرکز تاجیکان ناحیه سریاسیا روزت الله رحمانو آغاز نموده، اهل جمع‌آمدگان را و این روزی سعید شاد باش گفت. یکی از نماینده فعال محفل ادبی، بانوی ایجادکار، آموزگار، علاچی تعلیم خلقی جمهوری ازبکستان، سرور تعلیمگاه رقمی 82 ناحیه، مؤلف کتاب درس و نمودهای آن، راوی شیرین سخن سعادت سنگین و که در چنین روز زاد روزشان راست آمده بود، تبریک نموده و صاحب جشن افتخار نامه و تحفه های خاطروی سپاریده شد. من همچون راهبری مرکز ملی فرهنگی شعبه سراسیاگی تاجیکان ازبکستان امروز در جشن محفل ادبی عبدالله رحمان عمل میکرد شرکت ورزیده ایستادیم. محیط ادبی که امروز در این ناحیه ما عمل میکند زیاده شاعران و نویسندگان و ایجادکاران دارند که روز از روز صف اینها زیاده شده ایستادند و برای ایجاد و برای آزادانه فعالیت نمودن امکانیت های هم زیاد شده ایستاده است. پیش از همه ما باید به رئیس جمهور تشکر و منت داری نماییم که امروز من اگر زیاده از 130 ملت در ازبکستان حیات و فعالیت داشته باشند با 7 زبان تعلیم باشد، امروز امکانیت داده شد که همه همین زبان هایی که زبانی تعلیم دارند بگذار از باغچه هاشان سر کرده با مکتب های همزبان خودشان برای ایجاد برای نشر کردن اثرهای بدایشان امکانیت های زیادی فراهم آمد. ما برای این اولا شکرانه میکنیم، ثانیا هم وقت در دعای جان رئیس جمهور هستیم که بازم این گونه عدالت و مهربانی و غمخواری را نسبت همه آن ملت هایی که در وطنشان زندگی میکنند زیادتر شود. باز هم دیگر ملت های هم برای هستی خود انعنه های ملی و صنعت های قدیمی و حاضری خود را رواج رونق دادن امکانیت ها پیدا کنند. باعث سرفرازی است که امروز در محفل ادبی ایجادکاران تاجیک زبانی واحه سرخان حضور داریم. با برابر این امروز شما نیز زادروز دارید، هزار ساله شوید، از نام گروه ایجادی همون تبریک میگویم. تشکر آیشه بانو. یک چیز، یک سخنهای هست که از ازل همین شاعران و نویسندگان تاجیکان را با شعرگویی و سخندانیشان مشهور جهانگردانده است که این از بیت های پرگنج ابو عبدالله رودکی است که یک بیت ابو عبدالله رودکی توانست شاعر را که چندین سال ترک وطن کرده بود به وطن برگردانید که بیجوی مولیان آید همه یا دیاری مهربان آید همه. یا اینکه تا به امروز پیشتاق تالار ملل متحد را بیت های پرمحتوای سعدی شیرازی آرا می دهد که این هم دلالت از آن است که یعنی که تاجیکان همه وقت سخندان هستند، شعرگو هستند، شعردان هستند. من امروز تا چند سال است که محفل ادبی عمل میکند. من یکی از اشتراکچیان محفل ادبی هستم. محفل ادبی نوبتی در یک دهه زیبا منظر سری جای برگزار
شده استاد است که بسیار خرسند هستم. در زادگاه من، یعنی که دهه سریجه دره نیهان، انا همین سرگاهی دره نیهان، انا همین دهه است، یعنی که سریجه هست. و چیزی دیگر را باید به شمایان، به سهم شمایان گفته گذارم که من فعالیت پیداگوگی خود را در سالهای مستقلیت آغاز کردم. در این تایی 30 سال است که با نسل نورس درس میگویم و چند سال است که راهبری یک مکتب نو تاسیس رقم 80 را به عهده دارم. این خدمت های مرا پرزیدنت محبوبم، کشور عزیزم، با اینوبات گرفته مرا با علاچی معارف، این عنوان بهترین برای هر یک آموزگار، با علاچی معارف سرفراز کردن و اینچنین با مناسبت 30 سالگی استقلالیت که اردن 30 سالگی تاسیس یافته بود، با آن نیز مرا مکافات دادند که به نهایت خرسندم و در پیش خود تصمیم گذاشتم که باز به خلقم زیادتر خدمت کنم. فرزند فرزانه همین خلق بودنم را در نزد ازبکستان محبوبم اثبات کنم. من یک آموزگار ایجادکار هستم، بعضن قصه و ترانه ها، حکایه های تمثیلی نوشته میستم و من هیچ خیلی که میبینید امروز یک دهه زیبا که در آنجا حضور داریم، در وصف این دهه شعر نگفتن این هیچ درست نمی آید. شعر در وصف دهه سریجو نوشتم که ایجاد کردم که به شمایان خوانده می دهم. این شعر: هستی منو لذت جانم سریجوی، آرام دلم روح روانم سریجوی، گل دخترکانش همه زیبا و پری، سرمنشه الهام جهانم سریجوی، خاکی وطنم هستی آغاز حیات، زین رو طلبی تاب و توانم سریجوی، چون هر شکنی آب نجات توفلنگ، ارمان شکنی عمر جوانم سریجوی، داخنده عینی جرس دهه ماست، گلنار منم و مکانم سریجوی، اسباب جهان راست نیامد به زبان، تا هست جهان ورد زبانم سریجوی، باید که سعادت به سعادت برسد، باید که سعادت به سعادت برسد، چون فلسفه دور و زمانم سریجوی. باعث افتخار ما ایجادکاران است که در واحه سرخان تایی چند سال است که محفل ادبی عمل می نماید. روز از روز صفی نمایندگان محفل زیاد گردیده استاده است. همدیاران عزیز، حالا با شما در مهمانی برنامه امروزه ما آموزگار راوی فرزند فرزانه دهه باستانی خفر الهام جان خیدروف حضور دارند. الهام جان، من امروز با هم در محفل ادبی ایجادکاران تاجیک زبان واحه سرخان دیده رو بین گردیدیم، درباره تاثیرات هایتان چند سخن میگفتید؟ تشکر معلمه عزیز. البته مقصدی آمدن ما طلبی دیدار است، ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. در این محفل ادبی که بخشیده به 55 سالگی یکی از قلمکشانی مشهوری واحه سرخان معلمه سعادت بانو سنگینوه برگزار گردید، بسیارم تأثیرات های نیک دیدیم و شنیدیم و شاهدش گردیدیم. و معلمه در حقیقت هم یکی از نفرانی هستند که چی در جاده نثر، چی در جاده پوبلیسیستیکا و چی در جاده اسلوب شناسی و نظم قلمکشی دارن و این بیواسطه یک موفقیت و کامیابی های این محفل ادبی ما که بخشیده به نام استاد عبدالله رحمان نامگذاری شده است. و ما البته شکرگزار از زمانی تینج آسوده استقلالیه داریم که بیواسطه به تاجیک زبانان نیز امکانیت ها فراهم آده است که در ادبیات با زبان ناب تاجیکی قلم کشی کنیم. و معلمه هم سالی سپری شده، یعنی سالی که ما 30 سالگی
استقلالیت وطنمون رو قید کردیم برای معلمه سعادت بانو سال بسیار خاطرمان بود، زیرا که مشرف شدم به عنوان علاچه معارف خلق، مشرف شدم به نشان سرسینگی 30 سالگی استقلالیت و البته همه این همین بردباری های محفل ادبی ما است و در این محفل ادبی بواسطه خدمت شما هم معلمه بسیار نظرس است و توانستید که پس از سری استاد عبدالله رحمان این محفل ادبی را گویم اگر این محفل پراکنده را شما سرجم ساختید و انشاءالله باز امید است که بازم این نشست و این محفل و این دیداربینی های اهل قلم باز استوارتر میگردد. در جشنواره سراینده دوست داشته مردمی اسدالله قلندر را همچون مهمان فخری تشریف آورده از اشعار شاعر زنده یاد عبدالله رحمان سرودها سرایده استاد را به یاد آوردند. زمان خواه و ناخواه این جهان را الویدا گویم، زمین و آسمان و آدمان را الویدا گویم، نشاندم سبز کردم با هزار امید نخل چند، ثمر ناخورده یارب بوستان را الویدا گویم، تمامی عمر کردم مهربانی و ندیدم مهر، به حسرت دلبری نامهربان را الویدا گویم، یقین دانم پس از مرگم گردن دشمنانم دوست، از این رو دوستان و دشمنان را الویدا گویم. در محفل رئیس مرکز تاجیکان ناحیه اوزون عبدالله خال میرزایف تشریف آورده اهل محفل و صاحب جشن را تبریک نمود. محفل ادبی سالهای طولانی است که در واحه سرخان عمل می کند. با خواهش و درخواست استادان، ادیبان یعنی اهل محفل از همین روز اعتباراً با نام چشمه خورشید نامگذاری شد. ما از نام گروه ایجادی و اهل محفل و راهبر استراحتگاه زیبا منظر تدبیرکار نکوکار واحه سرخان محمد دختایف برای اعتبار، دستگیری و شرایط های خوب منتداری خود را بیان می نماییم. تمنای آن را داریم که صفی چنین تدبیرکاران نکوکار زیاد گردند. ما امروز در یک خاندان مردی سخاوت پیشه سخاوتمندی دیهی خفر محمد جان تختیف در همین خاندان همین کس ما این محفل گذرانده استادیم. من در بسیار شعرهایم از کوهستان 14 کیلومتری خود دیوارکوی زیر دیوارکوی قطارکوی حصار تا در آمد خفر قریب 15 کیلومتر 14 کیلومتر و 800 متر با قبری صدی آب نوشاک آوردن محمد جان را غیر از این راهی 10 کیلومتری تگاب میگوییم، این را هم بسانی کفی دست کردنش را من بارها در گزیت ها هم در تلفن ها هم در سایت ها هم پرتفته بودم در باره همین فرزندی فرزانه خفر همین مردی سخاوت پیشه محمد جان گفته بودم که دعا گویم در پنج وقت نمازم، دعا گویم چو یک پیری دلاغا که فرزندی خفر بگرفته امروز زیکوه آب و زیپایان میبرد راه، دعا گویم به این کارت محمد شوی با عادل و دارا هماهنگ، بود مهرد چون خورشید عالم زیتاب نور بارد دهگیرد رنگ، دعا گویم به کیهان راه بگیری رسی بر تاخ سبز آسمانی، جهان را سیر گردانی زی اخلاص دلت پر گردد از نوری معانی، دعا گویم خامت پخته گردد در آتش خانه دوری فلک ها، دعای خواجه خیرگه خواجه اسحاق به درگاه خداوند و ملک ها، دعا گویم به احسانت محمد زیتاب و جلوه های آب و راهد، یکت را به عدد سازد خداوند که آخر قسمتت
چون آب و راحت. هموطنان عزیز، این بود برنامه امروزه. اگر برنامه امروزه مقبولی شما گردیده باشد، ما خیلی سرفراز میگردیم و برای تهیه برنامه های جالب پیوسته میکوشیم. خانه آباد و سربلند باشید عزیزان.